با سلام و درود خدمت دوستان و بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی دریملند در اولین برنامه از سلسله برنامه های ترازو در ویژه برنامه ای در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای قفاری و دوست عزیزمون جناب آقای رضا قارداشی هستیم ابتداعا جناب آقای رضا قارداشی بسیار محبت کردید قدم رنج کردید تشریف آوردیم به برنامهتون من یک معرفی مختصری رو از جناب آقای قارداشی داشته باشم جناب آقای رضا قارداشی از دوستان عزیز ما هستند که در امور پناهندگان و پناهجویان چهره بسیار شاخصی هستند و فعالیت های خوبی داشتن من جمله ایشون یک صفحه فیسبوک بسیار خوب دارن که از خودشون میخوام توضیحات بیشتری در این زمینه بدم و بیشتر از کارشون برامون بگن آقای قاردشی خواهش بکنم بفرمایید در وحله اول سلام میکنم خدمت همه بینندگان شبکه تلویزیونی دیریم لرن خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم راجع به بحث صفحه فیسبوک فرمودین این فکر یک سال و نیم پیش به ذهن من رسید توی خب توی جامعه ایرانی توی کامیونیتی ایرانی صفحه های ف... پیج های فیسبوک زیاد داریم ولی خب توی این پیج ها تو اون زمان به امور پناهجویان خیلی سطحی نگاه میکردم و معمولا تبعیض قائل میشدن به همین دلیل نیاز رو دیدم که این پیج یه همچین پیجی بخواد ایجاد بشه که فقط مختص پناهجویان باشه و خب این پیج رو راه اندازی کردم و تا الان فکر میکنم حالوش 5500-600 نفر فالوئر داره و مختص اسم پیش هست حمایت از پناهندگان ایرانی در استرالیا استرالیم. ولی برخلاف اسمش فقط ما با دوستان ایرانی نیستیم اخبار مربوط به کامیونیتی افغان ها هم داریم در پیجمون و من خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیز در اتاق فرمان که در تصویر زم... زمینه ی این میزه گرد یا این جلسه محبت کردن و تصویر فیسبوک رو قرار دادن به هر بسیار ممنونم جناب آقای قاردشی حرکت بسیار جالب و خوبی بوده امیدوارم که در راهتون ثابت قدم باشید و این راه رو به طور دائم ادامه بدید و به هر خیلی سپاس گذارم ازتون خب طبق روالی که از این به بعد در برنامه خواهیم داشت در خدمت جناب آقای احمد غفاری هستیم ایشون وکیل دادگستری و کارشناس حقوق مهاجرت هستند جناب آقای غفاری در خدمتون هستیم سلام آسان. خدمت شما تمامی بینندگان <تصفح> عزیز تلویزیون لند جناب آقای غفاری همون جور که این روزها مطلع هستید در خصوص ویزاهای موقتی که دولت تصمیم گرفته به پناهجویان محترم بده بحث های بسیار زیادی و ابهامات بسیار زیادی در بین دوستان پناهجو وجود داره و حتما شما هم همونجور که من مطلع هستم تماس های بسیار زیادی دارید که نقاط ابهام و مبهم این مدل ویزاها ها رو میپرسن ازتون و سعی میکنید شما بیان کنید براشون از این فرصتی که ما امروز داریم من خواهش میکنم که به این نوع ویزاهای موقت پناهندگی یعنی ویزای SHEV و Temporary پروتکشن ویزا یا همون تی که جفتشون ویزاهای موقت پناهندگی است و پناهجویی است این مقدار بپردازید و توضیحات جامع و کاملی در این خصوص بدین که شاید راهگشای بسیاری از دوستان پناهجو باشه و بتونیم یک روشنایی و یک کمکی به این دوستان عزیز داشته باشیم خب خوبه که یک نگاهی داشته باشیم به پیشینه این ویزاهای موقت پناهندگی واقعیت اینه که تا قبل از روی کار دولت هر کسی که به عنوان پناهنده شناخته شده میشد بهش ویزای دائم پناهندگی تعلق می گرفت. با روی کار آمدن دولت ابود از سیاست های سخگیرانه و تنگ ای که نسبت به پناهنده ها داشت روند صدور ویزای دائم پناهندگی بسیار کند و در مقطعی کاملا متوقف شد. دولت خودش خودشو متعهد به این می دونست که به هیچ عنوان به کسانی که از طریق آب یا هوا بدون ویزای قانونی وارد استرالیا شدن ویزای دائم پناهندگی اعطا نکنه البته این سیاست به خاطر اینکه اجرا بشه و به صورت قانون در بیاد خیلی طول کشید تا دولت عبود بتونه در واقع به اون نقطه برسه یعنی از سپتامبر 2013 که به نخست وزیری رسید ابو تا دسامبر 2014 طول کشید که در واقع بتونه قانون اصلاحیه قانون در واقع مهاجرت و با عنوان ویزاهای موقت پناهندگی در واقع بتونه این رو تصویبش کنه با اصلاحیه که در واقع در دسامبر 2014 تصویب شد دو نوع ویزای جدید به ویزاهای پناهندگی اضافه شد ویزای 866 که ویزای دائم پناهندگی بود کماکان هستش که در واقع این ویزا در واقع ویزای پناهندگی هست که در داخل استرالیا شما درخواست میکنید این کما... کماف سابق هستش برای کسانی البته که با ویزای معتبری وارد استرالیا میشن علاوه بر اون دو تا ویزای دیگه به نام SHV و TPV گذاشت که ویزای SHV که ویزای پنج سال است در اون زمان جزئیاتش مشخص نشد اعلام نشد اما ویزای TPV سه ساله جزئیاتش همون زمان اعلام شد از دسامبر 2014 از اواخر دسامبر 2014 در واقع تا اینکه دعوتنامه فرستاده ها فرستاده برای پناهجویان تقریبا پنج ماهی طول کشید یعنی در اولین نامه هایی که برای پرونده فرستاده شد جوان فرستاده شد در می 2015 بود که در واقع بر اساس این نامه ها از پناهجویان دعوت می شد که برای ویزه تی پی وی اقدام بکنن یعنی درخواستشون رو برای پناهندگی از طریق ویزه تی پی وی لاچ کنن و بهشون 28 روز فرصت داده میشد اولین نامه ها رو تا جایی که من اطلاع دارم در تاریخ 19 می 2015 صادر شد شب. الان یه مدتی هستش کمتر از یه ماه هستش که جزئیات ویزای وی هم مشخص شده و این ویزا تفاوت های عمده ای داره با ویزای TPV ویزای وی ویزاییه که خب پنج ساله هستش و البته برای مناطق دور افتاده استرالیا اگر شما میخواید که این ویزا رو بگیرید باید در واقع یکی از اعضای خانوادهتون حداقل نیت خودش رو در واقع یا به نوعی ابراز تمایل بکنه به اینکه میخواد در مناطق دورافتاده استرالیا که برخیش مشخص شده فقط در ایالت نیوساسس تا کنون مشخص شده که چه کد پستی هستش و ایالت دیگه هنوز مشخص نکردن یعنی, یعنی فقط در حال حاضر تو ایالت نیوساسس هستش که اگر کسی این ویزا رو بگیره اس رو بگیره در حال حاضر فقط میتونه به ایالت نیوساوس بره البته مطمئن هستم که در آینده خیلی نزدیک ایالت های دیگه هم دولت هاشون اون کد پستی ها رو اعلام خواهند کرد که در چه کد پستی های شما میتونید اقامت داشته باشین خب این ویزای پنج ساله اگر سه سال نیم از این 5 رو، یکی از اعضای خانواده در مناطق دورافتاده استرالیا که همونطور گفتم کد پستیاش اعلام شده یک سری چه اعلام خواهد شد تحصیل کنه یا کار بکنه یا مجموعی از این دوتا رو منظورتون ترکیب بین این از این، دو هست. بله دقیقا، ترکیبی از این دوتا رو کار و تحصیل رو به مدت سه سال نیم با داشتن اون ویزای پنج ساله انجام بده بعد از اون در واقع کل اون خانواده واجد شرایط میشن که برای ویزاهای دیگه اقدام بکنن از قبیل ویزاهایی که منتهی میشه به اقامت دائم البته به غیر از ویزای دائم پناهندگی که ویزه 866 هستش منظورتون اینه که اگر یک خانواده یک پکیج خانوادگی حتی اگر یک فرزندی داشته باشند و اون فرزند هم در مقاطع عادی تحصیلی منظورم مقطع دبستان هست دبستان خودمون یعنی شش ساله اول یا های سکول یا شش ساله دوم هم در اون منطقه کم جمعیت مشغول به تحصیل بشه آیا اون هم شامل میشه؟ کاملا درست فقط اینو باید مد نظر داشته باشید که در صورتی اون خانواده یا اون فرد واجد شرایط درخواست برای ویزاهای دیگر خواهد شد بعد از سه سال تحصیل یا کار یا ترکیبی از این دو که هیچ کدوم از اعضای خانواده از مزایای سنتنینگ استفاده نکنن بسیار عالی اه... شما بفرمایید که جناب غفاری امکان مسافرت برای دارندگان آتی این ویزا یعنی کسایی که موفق به اخذ این ویزا میشن به چه صورت است آیا اینها هم مثل پناهجویان سابق میتونن از تراول داکیومنت استفاده کنن و به کشورهایی که قصد دارن به مسافرت کنن یا به عبارت دیگه آیا این ویزا ملتیپل هست برای مسافرت یا خیر ببین امکان سفر به خارج از استرالیا رو این ویزا به طور محدود به شما میده این ویزا شما رو به طور قطع از سفر به خارج از استرالیا در واقع این حق از شما نمیگیره اما به طور محدود این حق رو به شما میده برای هر بار که میخواین شما سفر کنید باید در فرمی پر کنید و درخواست خودتون رو کتبا به اداره مهاجرت بدید البته خب خیلی واضحه که متاسفانه نمیتونید بگید که برای مثال من میخوام برم مالزی برای تعطیلات برای okay. گذراندن okay. تعطیلات و دلایل خیلی توجیه کننده ای داشته باشیم به این شکل که ترهم برانگیز باشه که در واقع بتونه اداره مهاجرت رو قانع بکنه که سفر شما دلیل خاصی داره مثل مثلا بازدید از خانواده های در... اعضای درجه که سال هاست خیلی از دوستان پناجو موفق به دیدارشون نزد شدن و دیداری بخوان تازه کنن هر پروندهای بر اساس حقایق اون پرونده مورد بررسی خواهد گرفت یعنی فکت های اون پرونده مورد بررسی خواهد گرفت بر مثال خب, خب واضحه که به هیچ عنوان کسی کسی که به عنوان پناهنده شناخته شد نمیتونه به کشور خودش برگرده ولی خب خیلی کسایی هستن که متاسفانه زن و شوهر هستن نه دست دیگه دور افتادن و با داشتن این ویزا هم خب یه همسر اینجاست زن اینجاست شوهرش در ایرانه یا برعکس و حتی با داشتن این ویزا حتی با توجه به اینکه به عنوان پناهنده شناخته شده باز هم نمیتونه درخواست بکنه برای ویزای همسرش که اون از ایران بیاره به استرالیا چون این ویزا این اجازه رو بهش نمیده متاسفانه خب اینها این, این شاید کسی باشن که بتونن در داخل استرالیا خب درخواستش رو مهاجرت بدن برای سفر بگن که خب من همسرمو نیدم مدت سالهای زیادیه و ایشون افسردگی پیدا کرده من افسردگی پیدا کردم و میخوام همدیگر رو ببینیم در کشور سالسی مثلا مثل مالزی من فکر میکنم این یکی از اون مواردیه که اداره مهاجرت مد نظر قرار خواهد داد کمک خواهد با. کرد برای این مسافر بسیار عالی و خب خیلی وا... خیلی مهمه که بدونی که برای هر بار سفری که میخواهید برید باید قبلش اجازه رو از اداره مهاجرت بگیرید مشخص که هست که چه زمانی باید قبل از سفر این کار انجام بگیره این که واقعا چقدر طول میکشه الان من در خاطرم ندارم ولی فکر نمی کنم که خیلی مدت طولانی باشه شاید نهایتا بین دو تا چهار هفته جواب بدن درست ولی خب در عمل اینو نیدیم بعد تستش کنیم درست به خدمتتون شما شود فرمودید که متقاضیان این ویزا متعهد هستند که سه سال و نیم رو در مناطق دور افتاده یا کم جمعیت زندگی بکنن منظورتون 42 ماه هست در واقع از سه و نیم سال بعد این و نیم، این سه و نیم سال یا چل دو ماه از چه زمانی میتونه شروع بشه منظور این هستش که میتونن یک و نیم سال در مناطق عادی بمونن و بعد مهاجرت کنن یا در ابتدا باید برن تو اون مکانهای معرفی شده ببینید این سه و نیم سال خیلی مهمه که در زمانی باشه که شما اون ویزای پنج ساله را دارید یعنی با داشتن ویزای SHV شما سه و نیم سال در داخل اون مناطق دور افتاده ای که مشخص شده کار یا تحصیل بکنید یا مجموعی از این دو تار خب, خب اگر شما بعد از دو سال برید به مناطق دور افتاده و اونجا شروع کنید به, به کار و تحصیل و برای مثال سه, سال باقی بانده ویزاتون رو در اون مناطق باشید خب قبل از اتمام قبل از انقضای ویزای پنج سالتون عملا اون شرط رو تأمین نکردین چون شش ماه دیگه شما باید اونجا زندگی و تحصیل بس. کنید پس در چنین شرایطی باید قبل از انقضای ویزاتون درخواست یک ویزای SHEV دیگه بکنید بس. و وقتی که روی بریجینگ اون ویزا بودید یا روی خود اون ویزا بودید شش ماه دیگه رو در داخل اون مناطق دور افتاده تحصیل یا کار بکنید مجموع این دوتا حساب میشه ولی در هر صورت باید با داشتن ویزای SHV باشه اون سه سال و نیم فرمودید که کسانی که از این ویزا قرار استفاده کنند نمیتونن روی خدمات تامین اجتماعی یعنی سنتر لینک باشن این رو از در کل دوره پنج سال نمیتونن باشن یا در سه سال و نیمی که مد نظر هست ببینید چیزی که مهم میتونند از پرداخهای های سنتر لینک استفاده بکنن ولی اگر میخوان اون شرط سه سال و نیم رو تأمینش بکنن که بعد اصطلاحا اون باری که روشون هست اون منع قانونی که روشون هست و نمیتونن برای ویزای دیگه غیر از ویزای پرهندگی موقت درخواست بدن اگه بخوان اون برداشته بشه بس سه سال و نیم و کار یا تحصیل بکنن یا مج... م... ترکیبی از این دو و روی سنتلینک نباشه و این حتما باید از در مورد یکی از اعضای خانواده باشه یعنی به عبارت دیگه نمیتونن که مثلا همسری یک سال درس بخونه یا یک سال نیم درس بخونه و بعد از اون زوج دیگه بیاد و مثلا کار بکنه نه این ترکیب باید یکی از اعضای خانواده, از, اعضای خانواده. از کار یا تحصیل یا ترکیبی از این دو که مدتش بشه سه سال و نیم در واقع یکی از اعضای خانواده به تنهایی باید این رو تأمین کنه جناب غفاری در خصوص مزایای سنتر یا همون خدمات اجتماعی که به سایر پناهجوها داده میشه من یه نکته برام پیش اومده که آیا کسانی که درخواست این ویزای پنج ساله رو میدن به هیچ عنوان نمیتونن از خدمات سنتر در این مدت استفاده کنند؟ این چیزی که باز دوباره بهش اشاره بکنیم به بینندگان اینو در واقع اشتباه نگیرن اینه که ببینید میتونید شما از همام مزای سنتنینگ استفاده بکنید اگه شرطش رو داشته باشید اما اگر میخوان اون شرط سه سال و نیم رو بکنید و ب... که بعد بتونید برای ویزاهای دیگه درخواست بدید باید از مزایای سنتنینگ استفاده نکنید البته تمام مزایای سنتلینک شامل نمیشه بعضی از مزایا هستش که فهرستش رو منتشر کردن شما کماکان میتونید از این مزایا استفاده کنید در اون مدت زمانی که اس رو دارید و در اون مدت زمان سه سالیم و در واقع اون شرایط مبدل وضعیت رو تامینش کنید خب این مزایا خب فامیلی تکس بنفیت ای بی هستش single income family supplement has double orphan pension, parental leave pay, debt and partner pay, health care card, child care benefit, school kit bonus, child dental benefit schedule, jobs, education and training, child care fee assistance, stillborn baby payment and low income health care card. در واقع اینها به غیر از فامیلی تکس تکس بنفیت ای ام بی به بک بک کسایی در واقع تعلق میگیره که بچه دارن درسته. و یک مکمل مختصری که به عنوان سینگل اینکام فامیلی ساپلیمنت هستش بله. و یکی دو تا پرداخت های کوچک دیگه دیگه, دیگه که مشخص شده در واقع اینا پرداخت های کلی نیستن مثلا هلسکیر کارت خب کارت کارت تخفیفیه که خانواده کم درآمد میگیرند یعنی شما حتی کار هم بکنی ولی درآمد زیر حد اقل درآمدی باشه که استرالیا تعیین کرده که فکر می کنم در حال حاضر حدود 50000 دلار هستش حالا 500 دلار بالا پایینش رو خیلی مطمئن نیستم اما درآمد زیر اون باشه از هلسر کار میتونه استفاده بکنی خب از که یک نوع کارت تخفیف هست و خب اون مزایایی که برای مثلا برای مثال برای دندون پزشکی برای بچه ها میدن اون کماکان هستش خب اون کمکی که سنتنی میکنه برای کاریابی اون کماکان هستش پرداختی که به کودکانی به نوزادانی که در استرالیا متولد میشن اون هم کماکان هستش یعنی میتونید از اینا استفاده کنید ولی برای مثال از استادی نمیتونید استفاده کنید یعنی اگه بری دست بخونی نمیتونی دانشگاه نمیتونی اون پرداخت رو بگیری از سنتین اگر گرفتی شرط رو تأمین نکردی از نیو استارت نمیتونی استفاده کنی اگر گرفتی شرط تأمین یعنی کلا از جمع این مبالغی که اختصاص پیدا میکنه مبالغ خیلی اندکی هست ظاهرا خیلی تأثیر بسزایی نمیتونه و در زندگی پناهجویان عزیز داشته باشه یا نمیتونه اونها رو از کار نکردن در بله، واقع بله پوانی بهشون بده که کار نکنن درسته بسیار عالی خب جناب آقای شما خیلی ساکت هستید بفرمایید که با توجه به اینکه شما با جامعه دوستان پناهجو ارتباط بسیار نزدیکی داریم و خب در محافل مختلف میبینینشون می و همچنین که من میدونم یک صفحه خیلی پربیننده داریم بس. که از که ازتون خواهش میکنم در این مورد هم یه توضیح مختصری بفرمایید اگر شما هم سوالی از جناب غفاری دارید به حال چون در متن جامعه پناهجوی هستین لطفا بپرسید بعد نیست اولی توضیح در مورد صفحه فیسبوکیتون بفرمایید یکی از سوالایی که خیلی پیش اومده های و از دوستان از من پرسیدن و خب من الان زبون اونام بیشتر که اینجا هستم اینه که این سه سال که شما میفرمایید که یعنی دولت این برنامه رو گوشه که توی این پنج سال چلو دو ماه یه شخصی از یک خانواده باید کار کنه و فعالیت داشته باشه این سه سال باید به صورت متف... متوالی باشه یا اینکه میتونه بینش وقفه بیفته سوال خیلی خوبی که جان واقعیت اینه که خیر متوالی نیاز نیست که باشه چون عملا امکان پذیر هم نیست خیلی وقت ها چیزی که باید مد نظر باشه اینه که این کار و تحصیل باید فول تایم باشه اگر پارت تایم بود اگر پار وقت بود به اندازه پار وقتش حساب میشه اگر شما یک سال کار میکنی پار وقت همون مقدار پار وقت حساب میشه یه سالت مثلا شش ماه حساب میشه میتونه بینش وقفه باشه چون خب شما ممکنه یه کاری پیدا کنی با وقت شروع کنی بعد اون کارت فول تایم بشه بعد یه مدت دست بعد دست ممکن دست. اون کار از دست بدی یه شش ماه بنش وقفه بیفته یا حتی ممکنه مجموع این شرایطی که برات پیش اومده با اینکه تل... تمام تلاش رو خودت کردی که این سه سال نیم رو در اون پنج سال پر کنی باز هم سه سال نیم بخشش پر نشه کامل نشه تو و شما مجبور بشی که در واقع دوباره قبل از در واقع اتمام انقضای ویزای پنج ساله برای یه ویزای پنج ساله دیگه درخواست بدی و در, زمانی که یا منتظر دریافت اون ویزای پنج ساله هستی که روی بریجینگ خواهی بود یا روی ویزای پنج ساله دومت هستی بله. مابقی ما بقیه اون مدت زمان رو که باید پر کنی از سه سال در واقع پرش کنی و اون شرط رو تعمین کنی یکی از سوالایی که ذهن خود منم درگیر کرده که توی ویزاهای قبلی که واسه پناهجویی ویزای دائم پناهجویی که پناهندگی می که میدادن خب اون ویزایی که میدادن و اون مدت زمانی که واسه سیتیزنشیپ زمان میبرد چهار سال تا پنج سال بود این پنج سالی که قرار جزو چیز باشه جزو این ویزای اس ای وی باشه این پنج سال چه جوری حساب میشه بعد از اینکه اقدام کردن دوستان حالا شرایطش رو کسب کردن ویزای سه سا سال رو انجام دادن واسه ویزای دیگه ایلاج کردن از وقتی که واسه ویزای دیگه ایلاج کردن تا وقتی بخوان سیتیزن بشن باز چهار سال دیگه زمان خواهد برد سال خیلی خوبی که ادریس جان واقعیت اینه که خب حتما میدونی که برای درخواست شهروندی استرالیا باید زمانی که درخواست میدی رو ویزای دائم بوده باشی و حداقل یک سال از ویزای دائمت گذشته باشه و چهار سال از اقامت قانونی در استرالیا گذشته باشه درک من اینه که از زمان گرفتن ویزای SHEV یا TPV شما اقامتتون در استرالیا قانونی میشه این درک منه و اگر بعدا با ویزای SHEV رو داره این ویزا به نوعی تبدیل به ویزای دائم بشه احتمالا با گذراندن یک سال بعد از ویزای دائمتون واجد شرایط درخواست برای شهروندی استرالیا خواهید بود بسیار عالی سوال خیلی جالبی بود آقای قفای سوال دیگه که پیش میاد اینه که راجب شرایط تحصیلی که شما فرمودین این شرایط تحصیلی چجوری توی این ویزا چجوری گنجوده شده شهر... شهریه ها چجوریه یعنی به عنوان دانشجوی اینترنشنال شناخته میشن بچه‌ای که بخوام توی این شرایط این ویزا تحصیل کنن و شرایط پرداخت هزینه های تحصیلشون چجوریه سوال خوبی کردی رزا جان ولی قبل از اینکه به طور خاص به اون سوال جواب بدم باید شرط تحصیل رو بازش کنم اینکه تحصیل باید چه شرایطی داشته باشه که در واقع اون شرط سه سال نیمو بتونه تأمینش کنه تحصیل ب... چیزی که خیلی مهمه بدونه اینکه فقط یک سرتیفیکیت یک میتونید بخونید اما محدودیتی برای سرتیفیکت دو سه و مدارک بالاتر وجود نداره خب ببین در مورد دانشگاه قطعا میتونی بری دانشگاه ولی به عنوان اینترنشنال سیدن و شهری پرداخت بکنی چون هر کسی, هر کسی در استرالیا که ویز ویزا دائم نداشته باشه اینترنشنال محسوب میشه یعنی دانشجو خارجی محسوب میشه پس بعد شهریه رو به عنوان دانشجو خارجی پرداخت بکنه اینکه آیا برای سرتیفیکیت های کورس های غیر دانشگاهی مثل کورس تیف آیا باید شهریه پرداخت بشه یا نه باید شهریه پرداخت بشه به عنوان اینترنشنال استودنت به عنوان دانشجو خارجی که شهریه متاسفانه سنگینی هم است اما درک من اینه که احتمالش هست که بعضی از ایالت ها یا همه ایالت ها این بستگی به دولت ایالتی داره که بودجه ای رو تحت اختصاص بده به پناهجویانی که به پناهنده که رویزه های موقت هستند و ممکنه این بودجه رو برای یه سری کورس های خاص اختصاص بده تا جایی که من اطلاع دارم هنوز همچی بودجه ای رو هیچ ایالتی اختصاص نداده حتی خب جالب اینه که غیر از ایالت نیو ساوس ویلز هنوز هیچ ایالت دیگه ای هم کود پستی های مربوط به مناطق دور افتاده رو مشخص نکرده چیزی که به طور قطع میشه گفت در مورد تحصیل 510 ساعت کلاس زبان قطعا هستش یعنی این برنامه ای که A.M.I.P ای پی داره شامل حال پناهندگان دارای ویزای TP و SHV خواهد بود و اونو میتونن استفاده کنن کماکان ازش البته خب 510 ساعت رو که میری باز بحث اینه که خب از کجا بتونی کار بکنی و در واقع ها رو بدی که خب یک توی خانواده میتونه خب خانم خونه بره مثال اون 510 ساعت رو بره و همسرش خب کار بکنه که حزینه های زندگی رو بده متاسفانه شرایط خوبی نیست ولی این شرایط رو تو گنجوندن توی ویزای SHV آیا قفاری یک سوال اینجا وجود داره آیا گذروندن این کورس 510 ساعت زبان هم شامل همین تحصیل سه سال و نیم میشه بله که اون کورس هم سرتیفیکیت تحصیل یک دو و سه داره درسته. تا جایی که من میدونم نهایت اون کورس سرتیفیکیت سه هستش بله جز شاملش میشه اما خب بستگی به سطح زبان شما داره شما میرین اون کورس 500 دهصد ساعت رو تعین سطح میکنن برای شما ممکنه شما رو بزنن سرتیفیکیت دو یا سرتیفیکیت سه و شما دلسته. به جای ده برای مثال فقط 200 ساعت و مدت زمان تحصیل شما از اون سه سال نیم کم هم کم خواهد شد یک نکته ای که این روزها به خصوص در فضای مجازی دیده میشه تبلیغاتی است که در مورد کورس‌های رایگان و سرتیفیکیت های متعدد در مورد در رشته های خیلی زیادی صورت میگیره و از پناهجویان دعوت میشه که بیان و در این کورس‌ها ها ثبت نام بکنن اون چیزی که استنباط خیلی از دوستان هست اینه که این ح... ارتباطی داره به همین ویزای SHEV بخواستم بینم آیا این ارتباط رو شما چطور احساس میکنید؟ ببینید ایالت ها هر کنون برنامه خاصی دارن برای سوبسید دادن برای تحصیل توی یک سری از کورس ها کورس هایی که مربوط بب. به تیف قاعدت هم مثل سرتفیکت یک و دو و سه و دیپلوما هر ایالتی ممکنه یه سری بودجه رو تخصیص بده به این قضیه بس. این دوباره برای کسهایی هست که ویزای دائم دارن یا دامستیک استودنت هستن بس. یعنی تعریف دامستیک اینه اینکه ویزای اقامت دائم اون که کش... استرالیا رو داشته باشی خب ممکنه بعدا یک سری از کورس ها رو بودجه بهش تخصیص بده یه ایالت یا همه ایالت ها بله. که خواسته باشه بر با اساس اون سوبسید بده به پناهنده که داره ویزای موقت هستن ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم هنوز همچی چیزی اتفاق نیفته من به دوستان توصیه میکنم به جای اینکه یعنی حتما اعتماد بکنن به اطلاعاتی که از وبسایت های دولتی میگیرن یعنی وبسایت هایی که آخرش .gov.au داره یا .vic.gov.au یا nsw.gov.ir وبسایت هایی که به طور خاص اول دولت هستش رسمی و چیزی که اونجا مینویسه اعتبار داره چیزی اگه خبری میبینن که در واقع مرجع درستی برای اون خبر منبع و مرجع درستی در اون خبر داده نشده بهش اعتماد نکنند مشاهده شده که ثبت نامهایی میشه و مشخصات دوستان پناهجویان گرفته میشه به این عنوان که بیایید ثبت نام کنید برای یک سری کورس آموزشی دوست. در صورت که هیچ منبع و مرجعی نیدن که این کورس های آموزشی که ادعا میکنن رایگان هست توسط چه نهاد دولتی بر اساس چه قانونی کدوم دستور عمل اینها اعلام شده و من... این مشکل هم پیش میاره که وقتی که هنوز مثلا ایالتی مثل ویکتوریا تا الان مناطق کم جمعیت یا دور افتاده رو معرفی نکرده چطور میشه که به پیشواز رفته باشن مؤسسات آموزشی مثل تیف و غیره و غیره و بیان در ارتباط با همین ویزای SHEV بیان و ارائه بدن یک سری کورس ها رو اینجای سوال دقیقا, سال سوال درستی فهمدید دقیقا سوال درستی فهمدید دوباره, دوباره من اشاره میکنم که سوبسید هایی که ایالت یا دولت فدرال میده برای تحصیل این سوبسیت ها برای دامستگی استودنت و متاسفانه متاسفانه کسایی که هنوز رو بریجینگ ویزا هستن پناهجو هستن یا کسایی که به عنوان پناهنده شناخته شدن ولی ویزای دائم ندارد باز هم میگم متاسفانه به عنوان دامستگی استودنت محسوب نمیشن و قاعدتا از این سوبسیت ها بی بهره میمونن مگر اینکه بودجه ای به این قضیه تخصیص داده بشه در آینده من شخصا همچین بودجه رو ندیدم همچین تخصیص بودجه ای رو ندیدم ای برای این آینده بودجه البته یک زمانی من یادم میاد که اسایلم ریسورس سنتر یک سری کورس هایی رو اعلام میکرد که میرفتن شرکت میکردن دوستان از نه نمیدادن اسایلم سی... اسایلم ریسورس سنتر اسایلم سیکل ریسورس سنتر اس یک... یک نهاد غیر یک نهاد خیریه هستش که خیلی از شهروندان استرالیا بهش کمک میکنن کسایی یعنی که دقدقه حقوق بشری دارن بهش کمک میکنن اعانه میدن و از طریق ریزینگ هایی که داره خب سرمایه این تامین میشه بودجهش بوجه، تامین میشه بعد اون بودجه رو خب تیمشون میشینه تیم مدل توشون میشینه روش در واقع برنامه ریزی میکنه که میبینه که الان بیشترین نیاز پناهجان جامعه پناهجان داخل استرالیا به چی هستش بعد میاد اونو تخصیص بودجه انجام میده بله ممکنه که یک سری کورس های کوتاه مدت رو بذاره یا ممکنه که حتی این بودجه رو در واقع تخصیص بده بخششون مثلا برای کمک به تهیه مایحتاج بله. اولیه پناهجان بله. که این کارو داره میکنه بله. خب اینکه یک نهاد خیریه بیاد یک کورسی رو در واقع یه دوره آموزشی رو در واقع متقبل, متقبل بشه که هزینه هاشو بده این فرق میکنه با اینکه دولت بیاد بگه که به طور عموم ب... 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 بله همه پناه جو... پناهنده هایی که حالا روی ویزای موقت هستن مستن. میتونن از این استفاده کنن بسیار عالی و خب بازم میگم تاکید میکنم که به منابع دولتی اعتماد کنید که البته یا... من نیستم <تصفح> با توجه به فامیلی <تصفح> به منابعی که دولت تعیین میکنه یعنی مشخصه که این منبع منبع دولتیه مراجعه کنید استرالیا یکی از پیشرفت پیشرفته ترین کشورهای دنیا در زمین دولت الکترونیک هستش تقریبا به طور قطع بهتون میگم که موردی نیست که دستور العمل یا قانونی نیست که تصیب شده باشه و این قابل دسترس از طریق اینترنت نباشه و نکته دوم اینه که به کسی که به کسی اعتماد کنن به مشاوره کسی اعتماد کنن به اطلاع رسانی کسی اعتماد کنن که از لحاظ قانونی صلاحیت دادن این مشاوره رو داده باش داشته باشه و مسئولیت دادن اطلاعاتی رو که میده بر عهده بگیره آقای قارتشی در خدمتتون هستیم سوال دیگه ای که واسه من و خیلی از دوستان پناهجو پیش میاد قفاری راجع به شرایط کاریه این که خب حالا تو این سه سال و نیمی که دوستان قراره کار کنن یا تحصیل کنن اگه بخواد کسی بخواد سمت تحصیل نره سمت کار بره میتونه خودش بیزینسی ران کنه و اینکه یا اینکه حتما باید واسه کسی دیگه ای کار کنه حتما میتونه این کار بکنه رضا میتونی بیزینسی رو شروع کنی یک کسب و کار رو خودت راه بندازی و شروع کنی به درمزایی و ایجاد اشتغال این کار حتما تشویق میشه واقعیت اینه که مادامی که شما بتونی تکس ریتن های تو سر سال یا سر سه ماه بس بس ریپورتات رو انجام بدی مدارکی داشته باشی که ارائه بدی که این مدت رو کار میکردی هیچ مشکلی نخواهی داشت و اون شرط کار رو تأمین خواهی کرد آقای قفاری بزرگی یا کوچیکی بیزینس و اینکه چه مقداری درآمد داشته باشه تو اینکه شرایط اون شرایط کار تو این ویزا رو تامین کنه تأثیری خواهد داشت نداره نه واقعا رضا جان مادامی که بتونی نشون بده که واقعا این بیزینس بیزینس فعالی بوده و داره کار میکنه خیلی مهم نیست که چقدر درآمد داشته باشه بیزینس ممکنه اولی که شروعش میکنی اون انتظاراتی که داری رو برآورده نکنه حتی ممکنه ضررده باشه اما همینقدر که بتونی نشون بده که بیزینس کار میکرده و تو درگیر مدیریت روزمره ی بیزینس بودی داشتی داخلش کار میکردی کافیه قاعدتا که نشون بده که شما مشغول به کار بودی و قاعدتا در آخر سال هم تکسیر تنها تو خواهی داشت و این مدرک کافیه برای اداره ماجرت که در واقع مشخص بکنه که شما این شرط رو کرد آقای شما فرمودین که دیگه ویزای ویزای به عنوان ویزای دائم پناهندگی به پناهجوها تعلق نمیگیره و ویزاهایی که میدن ویزای سه ساله و پنج ساله خواهد بود اگر این دولت دولت که آقای عباس تو راستش از عوض بشه شرایط این دوستان چجوری میشه اگر این ویزا رو گرفته باشن احتمال داره با تغییر قانون شرایط اینا عوض بشه و ویزا بتونن واسه ویزای دائم پناهندگی اقدام کنن یا نه بله این سوال تقریبا تمام پناهجوها هستش به خاطر که اینا به این امید زندن که یه روزی بالاخره ویزاشون تبدیل به ویزای دائم بشه و از این برزخ طولانی که توش هستن رهایی پیدا کنن همیشه سوال میکنن که آیا ما پناهنده شناخته شدیم با تا ابد ویزامون ویزای موقت خواهد موند یا روزی میتونیم ام امید داشته باشیم که ویزامون تبدیل به ویزای ویزا ویزا اقامت دائم بشه این سوال خب جواب خیلی واضحی نداره بعد بزنیم زمان مشخصش کنه اما اگر نظر منو بخوای نظر شخصی منو بخوای،, من بخوای من به همه دوستان پناهجو خواهم گفت که حتما امیدوار باشید به با آینده آینده همیشه روشنتر از امروز خواهد بود ما اگر به پیشینه این ویزا در استرالیا نگاه بکنیم این ویزا در سالهای دهه 2000 هم بود این ویزا رو در واقع برای اولین بار دولت جان هوارد آورد معرفیش کرد و کسانی که این ویزه تی پی رو ویزه سه ساله رو گرفتن و رو گرفتن بعد از اتمام سه سال ویزا در واقع بهشون ویزه دائم پناهندگی داده شد به, به اکثریت قاطعشون ویزه دائم پناهندگی داده شد و اونها شهروند استرالیا شدن و الان هم شهروند استرالیا هستن میتونی امید داشته باشی باینده این اتفاق البته در اون زمان در دولت خود جان هوارد افتاد که این ویزا رو معرفی کرده بود اما با شرایطی که الان میبینیم از عملکردی که دولت لیبرال دولت ابوت داره نمیتونیم واقعا انتظار ازش داشته باشیم متصور بشیم که در دوران زمامداری دولت لیبرال دولت اعتلاف این اتفاق بیفته اگر تغییر دولت باشه اگر در انتخابات آتی که بعضیا میگن حتی ممکن انتخابات زودهنگام داشته باشیم امسال تا پایان امسال و اگر انتخابات زود هم نباشه سال بعد این موقع این انتخابات رو خواهیم داشت اگر در این انتخابات حزب حاکم حزب کنونی انتخابات رو در شکست بخوره و ما برای مثال حزب کارگر رو داشته باشیم که بیاد روی کار قاعدتا به خاطر سیاست ها و سنت هایی که حزب کارگر داره برخورد با مسئله پناهجویان و پناهندگی و کلا مسئله مهاجرت برخورد منصفانه تری رو میتونیم انتظار داشته باشیم که باشه البته باز هم با توجه به سابقه ای که حزب کارگر داشته در در واقع رت و فتح پناهجویانی که با قایق به استرالیا آمدن شاید این بار مثل گذشته از اون ملاتفت برخوردار نباشه اگر خیلی بستگی به این داره که ترکیب پارلمان به چه صورت باشه اگر دولت حزب کارگر با اکثریت قاطع در هر دو مجلس به موفقیت برسه احتمال گرفتن ویزای دائم شاید یه ذره کمتر بشه اما اگر این دولت حزب کارگر مجبور بشه برای تشکیل کابینه در حزب در داخل پارلمان اعتلاف کنه با برای مثال حزب سبز یا در داخل خود سنا اعتلاف کنه اکثریت تقاطع رو به دست نیره مجبور بشه برای رسیدن به اکثریت اعتلاف کنه با سناتورهای سبز که تعدادشون هم کم نیست الان 10 تا سناتور سبز ما داریم که میتونه تعیین کننده باشه که قطعا تعیین کننده است نیروی بسیار بزرگی ده تا سناتور سبز خوب و حزب سبز به طور سنتی مدافع حقوق پرنده و مدافع حقوق بشر بوده خب میتونیم انتظار داشته باشیم که در این صورت وضعیت پناهنده و پناهجو خیلی بهتر بشه حداقلش این باشه که اینها بهشون ویزه دائم داده بشه کسی که به عنوان پناهنده شناخته شدن به هر حال بعد با امید زنده بود جمع آقای غفاری که خیلی حائز و اهمیت هست بازم در بین فرمایشات شما به نظر میرسه که دوستان پناهجو بعد از اینکه موفق یا نائل به دریافت ویزای سه ساله شدن اینها یک بار دیگه باید احراز صلاحیت جهت پناهجوش بودن رو بکنن و یعنی یک بار دیگه باید این پروسه رو طی کنن برای اینکه ثابت بشه مجددا پناهجو هستن متاسفانه بله این این ویزا خب این ویزای 5 ساله و ویزای 3 ساله هر دو ویزاهای موقت پناهندگی هستن معنیش اینه که با انقضای این ویزا شما قبل از ویزای تی یا ویزای اس اچ بخواد منقضی بشه باید دوباره درخواست ویزای TPV یا SHV رو بکنید خب به این معنی که دوباره باید ثابت کنید که شرایط پناهندگی رو دارید دوباره باید کیس پناهندگی شما اثبات بشه خب اگر اتفاق خیلی خاصی بیفته اتف... اه... که در واقع کانتری انفورمیشن جدیدی بیاد اطلاعات جدیدی از کشور مبدع برسه دلست. که وضعیت و بشر بره مثال در اونجا بهتر شده خب این میتونه تاثیر بذاره رو ادعای پناهندگی شما بستگی به پرونده پناهندگی شما داره البته در مورد دوستانی که ویزای SHEV رو درخواست میکنن در صورتی که مجددا باز هم بخوان از ویزای تمپور پروتکشن ویزا بله. یا وی بله اگر در, در حین داشتن اون ویزای وی اون شرایط مبدل ویزا رو تامین کردن و بعد تونستن برای ویزای بله. دیگه اقدام بکنند و اون ویزا بهشون داده شد شرایط گرفتن اون ویزا رو تونستن تأمین بکنن بله. خب قاعدتا مشکلشون حله ولی اگر با اتمام ویزای پنج سالشون نتونستد برای درخواست ویزای دیگه اقدام بکنند باید در واقع دوباره برای SHV یا ویزای وی اقدام بکنند آقا قفاری یه سوال دیگه که واسه خود من خیلی مبهمه یه شخصی این سه سال و نیم کار و تحصیل رو مهیا کرد یعنی اون شرایط ویزای مبدل رو انجام داد بعد از این سه سال و نیم آیا واقعا شرایطی واسه گرفتن ویزای دائم خواهد داشت یا نه ببین سال سختیه. یعنی نه که سال سختی باشه اینکه ویزا تبدیل به ویزای دائم بشه خیلی سخته واقعیت اینه که تازه بعد از احراز اون شرایط بعد از انجام دادن و کار کردن یا تحصیل کردن در اون سه سال و نیم در مناطق دور افتاده استرالیا شما وضعیت تو میشه مثل کسی که انگار با بدون ویزای معتبر داخل استرالیا نشده میشه وضعیت کسی که برای مثال با ویزای دانشی در داخل استرالیا هست و این فرد میتونه برای ویزاهای دیگه اقدام بکنه یعنی شما در واقع اون منع قانونی که روتون گذاشتن که نمیتونید به خاطر ورود غیر به استرالیا برای ویزایی درخواست بدید غیر از ویزای موقت پناهندگی اون منع قانونی از روتون برداشته میشه که بعد از برداشت شدن اون من قانونی برای تمام ویزاها بجز ویزای دائم پناهندگی میتونید درخواست بدید خب بله به طور بالقوه میتونید برای وی همه ویزاها ها به جز دائم پناهندگی درخواست بدید اما باید شرایط خاص اون ویزایی رو که میخواید براش درخواست بدید رو تأمین کنی برای مثال اگر میخواید ویزای اسکیلد ورکر بگیری باید شرایط اون ویزا رو تأمین کنی باید کوالیفیکیشنی داشته باشی که در واقع رش رشی داشته باشی که در واقع اون اسس شده باشه باید امتیاز سن تو داشته باشی باید امتیاز زبان تو داشته باشی امتحان آیرس رو بدی و مجموع اون امتیازاتی که جمع میکنی برسه به اون حدی که در واقع لازمه برای گرفتن ویزای اسکیل ورکر خب یا ویزاهای دیگه هر ویزایی که میخوای براش درخواست بدی باید شرایط گرفتن اون ویزای خاص رو داشته باشی ببین برای اینکه شما ویزا تبدیل بشه به ویزای دائم یعنی اصلا ویزای دائم بگیری سه طریق بیشتر وجود نداره یکی از طریق فامیلی یعنی از طریق برای مثال ویزای همسر یکی از طریق در واقع تخصص و مهارت شماست مثل ویزای 189 190 و 450 است ویزای اسپانسری و ویزای همین اسکیل ورکر خب یکی دیگه هم از طریق سرمایه گذاریه خب و هر سه اینا ویزای س... آخر ویزای سخته یعنی ویزای سرمایه گذاری و ویزای تخصصی ویزای سختی هستن شاید به این شرایط از همه بهتر برای کسایی باشه که ازدواج کردن در استرالیا و همسرشون ویزای اقامت دائم استرالیا رو داره یا سیتیزن استرالیا است این این افراد اگر برن اون سه سال و نیم و در واقع کار رو تحصیل بکنن در مناطق دور افتاده بعد از اتمام سه سال نیم میتونن درخواست ویزای همسر بکنن و از طریق ویزای همسر بتونن ویزای دائمشون رو بگیرن برای مثال اگر امروز کسی با ازدواج کنه با کسی که در واقع پناجوی ازدواج بکنه با کسی که اقامت دائم استرالیا رو داره و بعد ویزای اس رو بگیره و بره داخل مناطق دورافتاده استرالیا زندگی کنه بعد از سه سال نیم که اونجا هستش و کار میکنه در واقع درخواست ویزه پارتنر بده بلافاصله اگر شرایط ویزای پارتنر رو داشته باشه یعنی مشخص بشه که رابطه رابطه واقعی بوده و تداوم خواهد داشت این رابطه از اداره مهاجرت ویزای دائم خواهد گرفت این یکی از روشهایی که خب ویزا میتونه از طریق اس تبدیل بشه به ویزای دائم شاید شاید شدنی ترین و ساده ترینش باشه به نوعی دو تای دیگه این که از طریق تخصص یا از طریق احتمالا سرمایه گذاری بخوای بگیری تا حدی حد دور از دسترس خواهد بود برای بخش عمده از پناهجویان پناهنده ها ببین البته برای مثال هنوز شغل شغل پینتر در داخل لیست اس او هستش یعنی شما میتونید برای مثال یک کورس یک ساله یا پینتینگ رو برید مدرکش رو بگیرید سرتیفیکتش رو بگیرید و بعد اسس بشید به عنوان پینتر و مدتی رو در اون سه سالی رو در داخل ریجنال استرالیا در داخل مناطق دور افتاده استرالیا کار کنید امتیاز کار کردن به عنوان پینتر هم در اونجا کسب کنید و زبانتون هم خوب کنید بعد امتیازها رو احتمالا خواهید داشت برای گرفتن ویزای سکیل ورکر البته ممکنه این شوق باز هم چند سال آینده که شما میخواین درخواست ویزای دائم بدین از این طریق وجود نداشته باشه دیگه توی لیست ولی برای مثال این شغل خاصی گفتم برای مدت زیادی بوده داخل لیست و حزم نشده یعنی منظور است که اون شرایطی رو که برای ویزای دائم درخواست میکنن در زمان درخواست بر اون شرایط منطبق باشن دقیقا همدار. و تغییراتی رو که در طول این مدت روی این ویزای دائم اومده رو در لحظه ای که لاج میکنن تونسته باشن احراز بکنن نباشه شرایط فعلیشون جان کلام اینه که ساده ترین و شده ترین راه و مطمئن ترین راه برای تغییر به ویزای دائم از طریق ازدواج یعنی شما اگه ویزه پارتنر اگه پارتنری داشته باشی که در واقع اقامت دائم استرالیا را حداقل داشته باشه این شاید عمل ترین راه برای تبدیل به ویزای دائم باشه اون دو تا ویزای دیگه اون دو طریق دیگه برای اخز اقامت دائم اونها هم سخت هست اگر ناشدنی نباشه سخت هست برای قسمت بخش و هم میتونه تغییر کنه نه. برای مثال شغلی که الان توی لیست اس اویل فهرس اس اویل وجود داره ممکنه چهار سال دیگه نباشه پس طبق صحبت های شما من این نتیجه رو گرفتم که کسایی که توی این ویزای پنج ساله میخوان تحصیل کنن بهتره واسه که دنبال یه رشته برن که بعدا بتونن ازش واسه اون اپلای کردن واسه ویزای دائم از طریق اسکیل ورکر اقدام کنن دقیقا همینطوره یعنی من توصیه میکنم که شاید خوب این خوبتر این باشه که قبل از اینکه شروع کنه به تحصیل یه نگاهی بکنه به لیست اس به فهرست اس ببینی چه مشاغلی تو داخل اون فهرست هست و کدومیکیش به تجربیات و تحصیلات یا کاری که قبلا داشتیم میخوره و بر اساس اون بیای تصمیم بگیری که چه رشته ای رو میخوای بخونی خب اگه این کارو بکنی خب کار هوشمندانه یه یعنی بری رشته ای رو انتخاب کنی که شانس اینو داشته باشه که بعد این اون رشته رو خوندی بر اساس اون رشته بتونی از طریق اسکیل مایگریشن از طریق ویزا اسکیل ورکر بتونی در واقع اقامت دایم استرالیا رو بگیری البته این خیلی سخت هست پیش بینیش به خاطر اینکه دائم این لیست تغییر میکنه و البته بعضی از ها فکر میکنن مثلا مثل نرسینگ برای خانوم الان سال هاست در صدر این, باقید. این, باقید. این ای یک سری رشا هست که به صورت کلاسیک همیشه تقریبا هم میتونیم بگیم توی این لیست بوده رشا های ترید مثل, مثل پینتینگ مثل جوشکاری مثل مکانیکی نه نیست داخلش مثل بیلده مثل نجاری رشته که مربوط به ترید مربوط به ساختمان میشه به طور خاص تقریبا میتونم بگم همیشه بوده و حذف نشده ولی رشته های رشته های مثلا مهندسی تقریبا همیشه بوده و حذف نشده بدون تغییر همیشه داخل این لیست بوده اه... بهتره که نگاهی بکنیم به این لیست و بر اساس میگم تحصیلات یا سابقه کار و تجربیاتی که داشتین و علاقه که دارید ببینید که کدوم یکی از این رشته ها بهتون میخوره و آیا اون رشته که میخونید رو میتونید در واقع توانایی مالیش رو دارید که درش تحصیل کنید یا نه بعد برای اون اساس تصمیم بگیرید جناب قفاری بعد نیست که تو این مرحله به چگونگی درخواست ویزای پنج ساله موقت یا همون اس اچ ای وی بپردازیم اگر موافق باشید در این خصوص یه راهنمایی بفرمایید ببین این ویزا رو خب جزئیات این ویزا تازه مشخص شده و به تازگی هست که شاید کمتر از یک ماهه که این ویزا در دسترس قرار گرفته تا جایی که من میدونم و خودم تجربهش داشتم برای موکلانم دریافت کردم نامه هایی رو دعوت نامه هایی رو برای اینکه درخواستشون رو برای ویزای موقت لاچ کنن اولین نامه ها 19 می 2015 صادر شد و اون موقع سری اول نامه هایی که ما دریافت کردیم در اون نامه ها صحبتی از ویزای SHB ویزای ویزه پنج ساله نبود اون نامه به پناهجو اجازه میداد که در واقع تقاضا بکنه برای ویزای تی پی سه ساله اما اخیرا شروع کردن نامه هایی رو که میدن داخلش میزنن که شما دو تا آپشن داری می دو تا انتخاب داری میتونی ویزه اس رو درخواست کنی یا ویزه تی بر اساس خواسته خودت یعنی این حق انتخاب داره که یکی از این دو تا ویزا رو انتخاب بکنی خب کسایی که در قبلا یعنی در همون می 2015 اولین نامه ها رو دریافت کردن و این داخلش نبود اگر تا کنون هنوز درخواست ویزاشون ارائه ندادن که قاعدتا بعد میدیدن چون 28 روز بیشتر فرصت نداشتن اما اگر بعضی هستن که اکستنشن گرفتن مهلت گرفتن اگر به هر دلیل هنوز کسی اون دعوت نامه رو برای درخواست ویزای تی پی وی دریافت کرده ولی هنوز ارائه نداده الان میتونه برای اس وی هم درخواست بده درسته. اگر درخواستش رو ارائه داده قبلا برای تی پی وی باید ثبت کنه ویزای تی پی ویش که صادر شد یعنی به عنوان پرنده که شناخته شد ویزای تی پی ویش صادر شد روزی که ویزای تی پی رو گرفت بعد میتونه درخواست اس کنه درست اگر یک سری کسا هستن که اصلا از سال گذشته ویزای تی پی رو گرفتن بله. یعنی اه... یک تعداد معدودی هستن که یک سال قبل این ویزای تی پی وی رو گرفتن اونها هم میتونن درخواست اس بدن بله. یک سری کسا هستن که به عنوان پرنده شناخته شدن سالهاست به عنوان پرنده شناخته شدن ولی هنوز ویزایی بهشون ندادن به دلایل اینکه چک امنیتیشون احتمالا طول کشیده اونها وقتی ویزا براشون صادر بشه به طور خودکار ویزای تی پی براشون صادر خواهد شد اونها هم با داشتن وقتی که ویزای تی پی وی براشون صادر شد میتونن برای اس درخواست بدن برای درخواست اس آیا باید مجددا تحت آزمون پناهندگی قرار بگیرن واقعیت اینه که بله وقتی شما ویزای SHV رو درخواست میکنی یه سری فرم های متفاوتی رو باید پر کنید فرم 790 رو باید پر کنید ولی برای ویزای TPV شما همون فرم ویزای 866 رو فرم 866 رو پر میکنی برای ویزای SHV باید فرم 790 رو پر کنید که از لحاظ محتوا تفاوتی چندانی در واقع تفاوت ماهوی با فرم با فرم 866 نداره اما به هر حال دوباره در, در اون فرم از شما سوال های پرسیده میشه که برای چی کشورتون رو ترک کردید و چه اتفاق اونجا برای شما افتاد اگر برگردین چه اتفاق براتون میفته این سوالات که مربوط به ادعای پناهندگی شما هستش در اون فرم پرسیده میشه و می و واقعیت اینه که دوباره مورد بررسی قرار میگیره البته اگه زمانی که ویزه تی پی گرفتید خیلی بزرگموش ازش بزرگموش خیلی بزرگموش ازش نگذشته باشه و دوباره به درخواست ویزای اس اچ بکنید اگه مدت زمان کوتاهی بعد از دریافت ویزه تی پی درخواست اس اچ بکنید قاعدتا شرایط شما تغییری پیدا نکرده درش یعنی ایجاد تغییری ایجاد نشده درش و شاید بشه گفت که به طور خودکار قبول بشه درخواستتون و اون ویزا براتون صادر بشه اما به هر حال وقتی شما درخواست جدیدی رو درخواست ویزای پناهندگی رو دوباره به, به جریان میاندازید و لاج میکنید دوباره بررسی میشه یعنی حتی احتمال اینترویو مجدد هم ممکن باشه ده. میتونه این کار رو بکنه ولی اینکه چقدر محتمل باشه این خیلی بسیگی به این داره که هنوز به مرحله اجرا چون نرسیده خیلی بستگی داره اگر شما امروز تی پی وی تو گرفتی و ببری به بحثی که دریافت کردی تی پی وی تو درخواست اس اچ وی کردی درسته. قاعدتا نباید مشکلی باشه مگر اینکه تاریخی که در واقع شما به عنوان پناهنده شناخته شدی مال سالیان قبل بوده باشه درسته یعنی مال مثلا سه سال پیش شما به عنوان چهار سال پیش شما به عنوان پناهنده شناخته شدی اون زمان شرایط پناهندگی رو کرده بودی اما به خاطر چک امنیتی درست. به شما ویزا داده نشده امروز چک امنیتی رو پاس کردی و به شما ویزای تی پی داده میشه اگر امروز بیای درخواست ویزای اس بکنی خب طبق قانون در زمانی که درخواست ویزای اس تو لاج میکنی درخواست ویزای پناهندگی تو لاج میکنی هر هر نوع ویزای پناهندگی باشه در اون زمان صلاحیت شما برای پناهندگی مورد بررسی قرار میگیره ممکنه شما ادعایی که چهار سال قبل کردی بر, بر اساسش ویزه پناهندگی تو گرفتی یعنی نه ویزه پناهندگی گرفتی به عنوان پناهنده شناخته شدی یعنی ادعای شما مورد قبول واقع شده اون مال چهار سال پیش بوده الان شاید شرایط کشور شما یا شرایط شخص شما متفاوت باشه از اون موقع و دیگه تحت تعریف پناهنده قرار نگیری و نتیجهش اینه که ممکنه همون ویزه تیپی ویدم از دست بدی ویزه اس چی یعنی میتونه خالی از ریسک نباشه در میتونه خالی از ریسک نباشه بله بسیار عالی بله اش اینه که خب اس رو اگر رد بشه وقتی شما ویزه تی پی وی دارید تو که ویزه تی پی رو داری اونو داری بله باز اون طرف قضیه هم اینه که خیلی خب شما به هر حال قبل از انقضای تاریخ ویزای تی پی وی ویزه موقت یا ویزه اس دوباره بعد ثابت کنید که پناهنده هستی بله. که برات ویزای دیگه ویزای موقت پناهندگی دیگه در واقع صادر بشه درسته جناب آقای قفاری یک سال کلیدی اینکه که دوستانی که ویزای پنج ساله رو درخواست میکنم پس از احراز شرایط ممکنه بفرمایید که دسته ای از این ویزاهایی رو که میتونم براش اقدام بکنم برای ویزای دائم چه دسته از ویزاها میتونه باشه؟ حتا هر حرف ویزای رو میتونن اقدام کنن حتی بقی... ویزای 457 بله میتونن. بله اگه شرایط اون ویزا رو داشته باشن میتونن به غیر از ویزای دائم پنهان ببینید در... هر ویزای ویزای اسپانسری از 457 بله بله, بله. 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 اگه, اگه شرایطش داشته باشن بله. میتونن اگه اسسمنتش اگه اسسمنت ریچش رو داشته باشن اگه اه... بتونن شرایط اون ویزا رو تضمین کنه اگه اسپانسرشون بتونه شرایط اسپانسر بودن رو تضمین بکنه بله درست. اون ویزا برایشون صادر خواهد شد بسیار عالی سپاسگزارم دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که ظاهرا وقت تموم هست و وقت زیادی نداریم جناب آقای بسیار ممنونم از تشریف فرماییتون رونق بسیار خوبی برنامه ما دادید و زبان گویای پرسش های دوستان پناهجو بودید با توجه به زیر وقت اگر مؤثر باشید در یک دقیقه کوتاه اگر سخن پایانی هست بفرمایید متشکر میشم خیلی تشکر میکنم از تلویزیون خوب لند واسه اینکه این وقت رو به دوستان پناهجو داد خیلی سوالات تو ذهن من و خیلی از دوستان پناهجو بود که آقای قفاری زحمت کشیدن و خیلی کامل و شیوا راجع به این ویزاهای جدید توضیح دادن همچنین از شما دولتی تشکر میکنم وقت گذاشتیم برای دوستان پناهجو امیدوارم که این روند توجه به پناهجوها حداقل تو حد دو جامعه ایرانی ادامه دار باشه بسیار خوب همینطوره البته من این رو اشاره بکنم که دوستان پناهجویی که الان در استرالیا حاضر هستند سرمایه های حال و آینده کامیونیتی ایرانیان هستند و خودشون و فرزندانشون میتونن آینده بسیار خوب و درخشانی رو برای همه هموطنان ما در این سرزمین زیبا بر مقام جناب عفاری خسته نباشید عرض میکنم متشکرم از اطلاعات بسیار خوب و جامع و کاملی که در اختیار دوستان پناهجو گذاشتید حتما فکر میکنم که این برنامه برای دوستان پناهجو مفید بوده باشه مفید خواهد بود و اطلاعات خوب و مناسبی رو در اختیارشون گذاشته باشه در این لحظات پایانی اگر فرمایشی دارید با توجه به وقتی یک دقیقه دوستان فرمودن که میتونیم در انتها در خدمتتون باشیم اگه صحبتی باقی مونده بفرمایید سپاسگزارم من بزرد. دوباره عرض ادب میکنم کنم خدمت پناهجویان عزیز و همینطور که نیک فرمودید پناهجویان ایرانی سرمایه های کامیونیتی ما هستن و نیروی جوانی هستن که میتونن تغییرات شگرفی رو توی کامیونیتی ایجاد کنن که کردن هم تا همین الان بله. و اثرات شما داریم میبینیم تو چند سال گذشته کامیونیتی س... ایرانی در چهار سال گذشته خیلی تفاوت پیدا کرده تا امروز و امیدوارم که این برزخ بیسران جامی هم روزی پایان بپذیره و همه این دوستان ویزای اقامت استرالیا رو دریافت کنن و بتونن فصل جدیدی رو تو زندگیشون شروع کنند بهشون این توصیه رو می کنم که امید داشته باشید به با آینده و بدونید که یک روزی این مشکل هم خر خواهد شد و شما عضوی از این جامعه هستید و باعث افتخار همه هستید بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی دریملند برنامه امشب ما با همکاری دوستان عزیزم به پایان رسید امیدوارم که ایام بر شما خوش باشه و همیشه زندگیتون پر از لحظات بهاری در پایان میخوام عرض کنم که اگر دوستان سوالاتی دارید در ارتباط با بحثی که امشب مطرح شد در صفحه فیسبوک دریملند قرار بدید تا در وقت مختزی بتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم متشکرم به درود شب خوش